خب سلام مجدد امیدوارم که تا اینجا لذت برده باشید و تمرین کرده باشید بچه ها تا اینجا رو ما آمدیم با همدیگه کار کردیم آبژکت های خود سیتی انجین رو قرار شد پیدا بکنیم پاکشون بکنیم یا جایگزینشون بکنیم هر جوری که سریقتون اگر خواستید رندر عکس بگیرید می توی جایگزینش بکنید اما اگر خواستید انیمیشن بگیرید بهتره که پاکش بکنید و آبژکت توی این موشن رو بذارید که در واقع موشن داشته باشن در واقع انیمیشن داشته باشن که کارتون در واقع طبیعی تر بشه خب اینا رو هم که باقی مونده من پاک بکنم به این شکل و این آبجکت هم خب خیلی دور شدیم ازش بریم به آخرین چیزی که کشته بودیم اگر یه موقع دور شدید از یه چیزی نمیدونستید کجا بود روی یکی از آخرین آبجکت هایی که در واقع کشته بودید سلکت بکنید اف رو بزنید میره سمتش مثل همین چیزی که دارید اینجا میبینید خب دیگه تا اینجا بودیم اینا رو هم پاک بکنیم خیلی عالی و اینا آخرین object این فکر کنم دیگه آخه این آبژکت خب اینم عالی حالا این نیمکت رو هم میتونیم پاک بکنیم میتونیم در واقع ریپلیس بکنیم من میخوام این دفعه ریپلیس بکنم اینا رو انتخاب میکنم کنترل رو دارم نگه میدارم و کنترل نگه ندارم همشون با هم سلکت نمیشه کنترل رو نگه میدارم به این صورت و به این صورت کلیک سمت راست ریپلیس آبجکت با چه آبجکتی؟ آبجکت سیتی بینچ این دفعه مثلا میخوام متفاوت باشه نیمکت هم رو اینجوری انتخاب میکنم یا این یا این یکی هر جوری که خودتون دوست داشتید این انتخاب کنم تیکه ترانسفورم رو برمیدارم و اوکی. خب به این شکل شد یکم زاویهش مشکل داره چیکار میکنیم از قسمت روتیت زاویهش رو تغییر میدیم آها اینجوری جابجا شد کنترل زد میزنم گفتم اگر خواستید تک تک جابجا شه ولی همش رو سلکت بکنید این بالا این فلشه رو بزنید بچه خب حالا اینجوری روی گزینه تاگل لوکال ورد اکسس کلیک بکنید حالا جابجاش بکنید ببینید الان که جابجا بکنید دونه دونهش در واقع با هم به این شکل جا میشه نگاه کنید خیلی هم عالی خیلی عالی شد حالا میتونید اینجا همه اینا رو سلکت بکنید و کپی بکنید جلوترش یا اینکه دوباره اینا رو هم سلکت بکنید ریپلیس آبجکت رو بزنید به این شکل به این شکل و به این شکل دیلیت رو میزنیم روی کیبورد خیلی هم عالی حالا میتونم این آبجکت ها رو اسمش چی بود؟ اسمش رو اینجا تایپ میکنم فقط از این نیمکت داریم که این اسم پس اولی رو انتخاب میکنم شیفت و نگه هم آخری حالا چیو میزنم؟ کیل تب رو میزنم می گیزمون فعال شه شیفت و نگه میدارم میکشمش جلو اوکی تموم شد رفت چقدر اینجا سرزنده تر شد بچه و نسبت به اون چیز که توی سیتی انجین داشتیم به خاطر اینکه گرافیک توی این موشن گرافیک بهتریه و سیتی انجین تا همینقدر که اینو مدل سبودی به ما میده خودش خیلی زیاده اینجا بعدش دیگه با توی این موشنه خب پاپیولیت رو میزنم پف رو انتخاب میکنم بایسیکل رو میزنم از اینجا مسیر دوچرخم رو میکشم بیاد جلو بیایم جلوتر جلوتر و به این شکل بکشه بکشه اینجا دور بزنه دور بزنیم به این شکل و خب برمیگردیم سر جای اولم سر جای اولمون و اینا اینم به این صورت خیلی عالی پس مسیر دو شرخمون هم ایجاد شد حالا اینجا مسیر پیاده میذاریم این کارای شهری بعد حوصله داشته باشید بعد جزئیات رو بچه دقت بکنید بهش اینجا من یه مسیر میذارم خب به این صورت میام جلوش دوباره اینجام همینطور اینجا همینطور هم اینجا, هم هم اینجا مسیر در واقع آبر پیاده است دیگه به این شکل قرار میدم اینجا اینم اینجا بهتر که سر و ته کاراکتراتون مسیراتون به هم دیگه برسه که راحتتر پیداش بکنید یعنی او مثلا ظاهر نشه اگه یه جایی نبینید کجاست به این شکل منم بیارم اینجا این صورت عالی متیاله اینا اگر پریده بود میتونید همین همینو با تی بزنید نگه دارید بیایید بدید اینجا همین یعنی اینکه بیاید اصلا از اینجا دوباره متریال بدید بهش خیلی ساده و راحت میتونید هم متریال رو به یک متریال سفید انتخاب بکنید که بهتر بشه دید هر جوری که صلاح میدونید بچه مثلا این یکی که برای پروژه قبلیمون هم داشتیم این طبیعی تر به نظرم خب اینجا تقریبا همه چی تکمیل شد حالا میتونید رو جزئیات بیشتر کار بکنید مثلا یه آدمی قرار بدید اینجا که در واقع نشسته مثلا فرید رو بذارید اینجا فرید در حال سیتینگ نشسته و داره مجلش رو میخونه به این صورت خیلی هم عالی هر چقدر جزئیات بدید به کارتون کارتون طبیعی میشه مثلا از قسمت آبجکت سیتی بیاید یه سری ساین بذارید اینجا یه سری نشونه بذارید مثلا این چی الان تابلوش روتیت بکنیم مثلا عرض دو متر یا هر چیز دیگه ای که برای کارتون مناسب هستش پیدا بکنید قرارش بدید که کارتون طبیعی تر بشه یا مثلا بنرهای تبلیغاتی بذارید در واقع میتونید اینجا بولارد بذارید نرده بذارید یا هر جور دیگه ای که خودتون صلاح میدید مثلا میخواید بولارد بذارید ماشین نیاد سطل آشغال بذارید هر چقدر کامل تر بشه گفتم بهتون کارتون طبیعی تر میشه این هم میتونید می حالا اینجا مدیا رو بزنید یه رندر عکس بگیرید از همین زاویه مثبت رو بزنید یه رندر عکس بگیرید پس تریسینگتون اگر روشن باشه با کیفیت تر میشه میخواید انیمیشن بگیرید ویدیو رو میزنید مثبت رو میزنید یه ویدیو میگیرید یک می جلوتر جلو 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 مثلا اینجا مثبت رو میزنید پلی بکنیم چه اتفاقی میفته چی دیگه میخوایم بچه ها اینقدر سریع یک انیمیشن به این شکل داریم تولید میکنیم خیلی عالی خیلی جذاب درجه یک انقدر سری تونستیم انجام بدیم حالا پروژهتون ابعاد مختلف داره مثلا یک پارک دارید یک محیط فضای تعاملی دارید یک فضا دارید اومدید پیاده راه طراحی کردید یه جا رو اومدید مسیر دوچرخه دادید مسیر پیاده دادید مسیر ماشین دادید اینا رو جدا جدا بیایید ویدیو بگیرید مثلا یه بار بیایید این شکلی از بالا ویدیو بگیرید تو سکانس های مختلف به این صورت یه بار از بالا بیایید نشون بدید که حالا اون کارفرما استادتون دوستتون یا هر کسی که قرار پروژهتون رو ببینه دید بهتری پیدا کنه این شمایید که اینو طراحی کردید برای اینکه مخاطب بفهمه باید با روش های مختلف بیایید به بهترین شکل ارائه بدید کارتون این مثلا برای این مسیر بعد با نور و بقیه چیزا کار بکنید که کارتون طبیعی بشه بچه ها. بهترین حالت رو داشته باشید مثلا بیایید از قسمت ENV Environment حال و هواشو بارونی بکنید گفتم بهتون من خودم این افکت رو خیلی دوست دارم چون کارو واقعی میکنه شما به استفاده بکنید که کارتون طبیعی تر بشه نگاه کنید این چقدر جذاب تر نسبت به اینکه خشک باشه اینجوری باشه خیلی طبیعی تر دیگه خب بیاید از این استفاده بکنید این شکلی حتی توی این یکی زاویه دوربین هم همینطور ستینگ رو بزنید که تنظیمات روی همهشون اعمال بشه و بعدش بیاید با ودر مثلا به این شکل آب و هوا رو اینجوری داشته باشید خیلی جذاب میشه یعنی که مثلا بکشید جلوتر دیگه بارون تموم شده الان فقط یکم خیس زمین اینجوری طبیعی تر میشه قبول دارید خب خیلی هم عالی حالا اینجا رو ما کار کردیم هم. بچه من اینا رو باز هم میگم همه رو خروجی که گرفتم یکم با دقت بیشتری زاویه دوربین میچینم ترتمیزتر باشه نور و اینا رو بهتر تنظیم میکنم و در جلسه آخر همه ها رو با هم دیگه ادیتشون میکنیم خب برای محیط بیرونیش چی بچه محیط بیرونیش ما فقط اومدیم درخت گذاشیم تا همین حد هم کافیه ولی برای اینجا یه سری ماشین هم بذاریم از قسمت پاپیولیت ماشین رو هم انتخاب بکنیم و یه چند تایی رو قرار بدیم مثلا از اینجا اگر خواستید برید تو دیده پلان یه نکته جدید اینجا چشم رو بزنید خونه رو بزنید روی این خونه که نوشته تاپ کلیک بکنید کل کارتون رو دارید از دید پلان میبینید گرافیکش کارتونی میشه ولی میتونید مثلا طراحیاتون رو اینجوری راحتتر ترسیم بکنید اگر سرعت زیاد بود مثلا سرعت دو رو بزنید که انقدر سری حرکت نکنه یا مثلا یکو بزنید خب این از این موضوع و موضوع بعدی هم که اگه خواستید از کارتونی در بیاد بعد حتما کارتوگرافیک که RTX داشته باشید که پس تریسینگ فعال بشه روی این گزینه کلیک بکنید که رندرتون در واقع طبیعی تر بشه به این شکل خب من مسیرها رو بکشم مثلا یه مسیر داریم از اینجاست ببینیم اول خود پروژه کجا بود که روی اون با جزیت بیشتری کار بکنیم خود پروژه اینو بزنیم بریم سمتش اینجا بود گفتم هر وقت گم کرد روی لایه کلیک بکنید که میدونید پروژه اونجا هست و اف رو بزنید خب حالا من populate بایسیکل نه ویکل پن مثلا میگم که از اینجا بره تا اونجا از این سمت ماشینم را بیفته که نزدیک میشم به این شکل به این شکل باز هم میام مسیرم رو میکشم خب اینا رو دیگه نیاز نیستش که شما ببینید کامل همه رو یاد گرفتید من نمیخوام وقتتون گرفته بشه سعی میکنم که اینها رو سریع انجام بدم ولی بدونید برای اینکه پروژهتون یک پروژه جذاب تر و کامل تر بشه بهتره که شما تمام اینها رو با دقت انجام بدید که در واقع کارتون رئال بشه کارتون واقعی تر بشه مثلا این مسیر خیابونش دو لاین است من میتونم مسیر ماشین رو بکشم وسط تا وسط آکس خیابونم بهش بگم که دو لاینه بشه اگه مثلا خیابونم اونوریه یه طرف است اونوریه ولی ریورس رو میزنم که برگرده خب به این صورت خیلی هم عالی میتونم همین جوری هر مسیری که خواستم رو دوباره اضافه بکنم به کارم مثلا این دفعه میگم که ماشینم میخوام از اینجا بیاد تا اینجا تا اینجا بود ببخشید ببینیم از کجا کشیده شده خب اینو که اصلا کشیده بودیم بریم اون یکی لاین مثلا از اینجا ماشینم کشیده بشه از اینجا تا ببینیم کجا جا داره مثلا اینجا میاد به این شکل بهتره که یوهو ناپدید نشن چون غیر طبیعی میشه دیگه یعنی که بعد از دور نگاه بکنید که کارتون طبیعی بمونه تا هر جا دوست داشتید میتونید روی این جزئیات بچه رو کار بکنید اینم به این شکل اینم به این شکل مثلا به این اضافه میشه هر چقدر خیابوناتون رو بیشتر بکشید با دقت بیشتری بکشید کارتون طبیعی تر میشه اینکه مثلا میتونید از بالا نگاه بکنید یه زاویه دوربینتون این باشه مثبت رو بزنید از بالا نگاه بکنید بعد بیاید این ور محیط رو نشون بدید به این صورت پلی بکنیم خیلی عالی میتونید یه دونه در واقع این شکلی داشته باشید مثلا دوربین رو بکارید من بهتون گفتم لنز زوم رو دوست دارم قاب ها رو بهتر میبنده میتونیم از قسمت کامرا اینجا میلیمترش رو بزرگ بکنیم که یک دید جذاب داشته باشیم اینجا رفرش رو میزنم حالت سایه و نور رو یه مقدار تغییر میدم که به حال و هوای کارم در واقع بیشتر بخوره رفرش رو میزنم سعیم بکنید دوربین هاتون رو جاهایی ببندید که جزیات بیشتری داره کارتون مثلا اگر اینجا ماشین دارید اینجا بیایید دوربین بذارید یا اگر جای دوربین میذارید بیایید جزیاتش هم بیشتر بکنید خب این به این صورت بعد مثلا میام دوربینم رو این شکلی میکنم ببینیم چجوری شد خیلی هم عالی یه مقدار میام پایین تر هم کار میکنم مثلا از اینجا میام یکم هم دوباره پایین تر کار میکنم فقط حواستون باشه این ماشین ماشینو تو هم نرن که طبیعی نیستش مثبت و ببینید به این شکل اگر ماشین داشتن تو هم میرفتن سرعت یکیشو کم و زیاد بکنید یا دنسیتی یکیشو کم و زیاد بکنید که در واقع تو هم نرن مثلا من اینو سرعتشو خیلی زیاد میکنم و در واقع بذارید سرعت اون یکیو خیلی زیاد بکنم سرعت این یکی خیلی زیاد میکنم دنسیتیش رو کم میکنم عوضش به این صورت اینجوری احتمال برخوردشون کمتره باز هم میشه کمتر بشه بچه خب حالا پلی بکنم احتمال اینکه توی یک زمان اینا به هم بخورن خیلی کمتره البته که بازم میخورن به هم هنوز توی این موشن همچی قابلیت نداره که ماشینا رو وقتی به هم دیگه میرسن وایسن خب اینم به این صورت میتونید از زوایای مختلف بچه ها ویدیو تهیه بکنید مثلا یه زاویه دیگه اینجاست چقدر کارهای مختلفی میشه کرد مثبت رو بزنید به این شکل بیاید جلو پلی بکنیم خیلی عالی یا مثلا یه زاویه دیگه از همون جایی که اومدیم بیشتر از همه کار کردیم کجا بود؟ اف رو میزنیم به اینجا مثلا از پایین بیایید بالا چجوری؟ از این گله مثبت رو بزنید بیایید بالا به این شکل مثبت رو بزنیم پلی بکنیم میتونه ساعتش کمتر باشه پس تایم ویدیو رو طولانی تر میکنیم میگیم که 15 ثانیه باشه پلی میکنم به این شکل چقدر کارهای فوق العاده میشه انجام داد شما باید تا میتونید روی این جزیات کار بکنید حالا یه افکت دیگه هم بهتون یاد بدم توی بحث دوربین به اسم دی او اف دی او اف یعنی فوکوس کجا باشه فلو کجا باشه الان من اینجا میخوام یک دوربین بکارم از کنار درخت آروم آروم بیاد اینور خب میخوام فوکوس باشه مثلا روی درخت اول یا مثلا میخوام فوکوس باشه روی خیابون دوربینمو رو میکارم کمرامو میزنم دپس آف فیلد میشه دی او, اف. دی او اف رو تیکش رو اینیبل میکنم خب همه چی تار شد ولی طبیعیه اینجا پیک فوکس رو میندازم مثلا عقب ببینید چه اتفاقی افتاد یا پیک فوکس رو میذارم روی این درخته ببینید درختم فوکوس روشه پشتم تار شد حالا اینو میزنم اگر تاری رو ندیدید دلیلتون اینه که شما کوالیتیتون روی لوه روی لو نمیتونید ببینید روی میدیوم هم نمیتونید ببینید برای اینکه فوکوس و فلو رو ببینید حتما باید کیفیتتون روی های یا اولترا باشه بچه خب حالا میگم که این سکانس فوکوس اینجا باشه سکانس بعدی یه دنه اینجا میسازم یه دنه هم دوباره اینجا میسازم سه تا سکانس شد ببینید میگم تو سکانس دوم فوکوس یکم بره عقبتر تو سکانس سوم فوکوس بره آخر آخر حالا پلی میکنم خب سری از اولی برداشته شد بذارید یه دیگه هم دوباره اینجا بسازیم این, این ورش یعنی چهار تا سکانس دو تا سکانس فکوس رو درخته بعدش میره کم کم اون عقب نگاه کنید خیلی جذاب شد شما میتونید از این افکت توی قسمت های مختلفی استفاده بکنید مثلا به جای اینکه اینجا باشیم این دفعه میایم مثلا یه لنز زوم دیگه میذارم مثلا یه لنز زوم اینجوری میذارم خب چقدر قشنگ شد روی این لنز زوم میگم فوکوس باشه روی خیابون ببینید اینجا شد عالیه بچه درجه یک خب حالا میگم که مثلا دوربینم از اینجا آروم آروم بیاد بیرون مثلا تا اینجا تا اینجا مثلا چقدر پنج ثانیه خب پلی رو میزنم ببینیم چه اتفاقی میفته به همین سادگی داریم اینا رو تولید میکنیم حالا هر زاویه دوربین دیگه ای که خواستید رو بچه ها بچینید فقط حواستون باشه فوکوس رو بردارید اگر جایی نمیخواید فوکوس داشته باشه چون اینجوری تار میشه کارتون خب فوکوس رو بردارید حواستون به سایه ها هم باشه اینجا الان سایه نداریم پس میایم توی رندر شادو رو فعال میکنیم به این صورت که بهترین حالت سایه رو داشته باشی. سایه رو بچه ها سعی بکنید که جوری تنظیم کنید طبیعی باشه کارتون مثلا اینجا از قسمت شادو یه جوری باشه که نه خیلی محف باشه نه خیلی در واقع غیر طبیعی بشه یه جوری با پارامتراش کار بکنید که بهترین نتیجه رو بگیرید خب از قسمت های مختلفش سعی بکنید که شما خروجی داشته باشید مثلا اومدیم بالا دوباره سایه تغییر بر بکنم مقدار نزدیک تر بشیم یه مقدار زاویه دوربینمون رو از واید از تله لنز زوم در بیاریم اگر سایه فعال نشد خب سعی کنید داشتم میگفتم دوربین های مختلف رو کار بکنید مثلا از اینجا بیاید اینجا مقیاس های مختلف رو کار بکنید پلی بکنیم ببینید سعی کنید جزئیات داشته باشه مثلا ماشینا رد بشن آدما رد بشن هر چقدر اینا طبیعی تر باشه واسه مخاطب جذاب تره واسه کارفرما اون استاد میفهمه چقدر شما کار کردین اون کارفرما چقدر لذت میبره از کار شما اینا رو حتما انجام بدید منم چند تا دوربین گذاری مثل همینه که بهتون یاد دادم رو خروجی میگیرم و در جلسه آخر انتهای جلسه بعد در واقع همه اینها رو با هم دیگه جمع میکنم ادیت کردنم بهتون توی نرم افزار کمتجیا آموزش میدم تا اینجا رو تمرین بکنید بچه‌ها هر سوالی هم داشتید توی گروه های پشتیبانی بپرسید که آموزش براتون بهتر از همیشه جا بیفته تا جلسه بعدی که جلسه پایانیمون هستش خدا نگهدارتون